پرسپولیس دیروز ترکوند. پرسپولیسیا لایک ها رو بذارید، حالش رو ببرید. من قضیه رو نمیدونم ولی لایک میذارم. خب من الان آمادم، تو آماده ای؟ بریم مسابقه رو. خب بگو ببینم خانوم چجوری شده، همه توی اینستاگرام مخصوصا برای کسایی که توی آلمانن، من فکر کنم بیشتر مخاطبت از آلمان و سوئیس و اتریشه. آره یا گنو البته اولش سلامی چیزی اگه میخوایی بکنی بکن، ما تا بعد سوالای سخت دارم ازت. ببخشید عزیز نحمد. سلام به همه، من و حد من رو شناختی، من تنازم، من آنم 14 سالمه، یا خواهر کوچولو دارم، تو برلین زندگی میکنم و کلاس 8 هم. خب چی شد که اینجوری شد؟ ترکوندی؟ میگم خیلی ها هستن توی اینستاگرام شروع میکنن، خب آره موضوعات مختلفی دارن، موضوعهای فان دارن، نمیدونم بخند و دوربین مخفی و اینجور چیزا، خب آره اونا ممکنه که سریع رشد بکنن، ولی تو نسبت به موضوعی که داشتی، نسبت به بقیه کانالا، چون کانال آموزش زبان آلمانی تا دلت بخواد این یکی دو سال اخیر زیاد شده، ولی خودت فکر میکنی دلیلش چی بوده که یه دفعه ای توی یک ماه، نه من قبل از اینکه لایو رو شروع کنیم گفتم توی یه ماه نزدیک 20,000 خورده گرفتی، درسته؟ آره دقیقا، حداقل نزدیک یه ماه شد دیگه. راستش بخوای خودم هم تعجب کردم، یعنی اینجوری بود که من وقتی که اولین ویدیومو پست کردم، یعنی من از قدیم ویدیو درست میکردم توی یوتیوب، همین یک سال حداقل یوتیوب درست میکردم، مثلا میرفتم بیرون یا جاهایی که مثلا خوب بودن ویدیو رو درست کردم و ویدیو تو یوتیوب پست میکردم. بعدش هم مثلا مای اردی بهشت من اینستاگرام دانلود کردم، بعد اونجا من مثلا عکسای خودم رو میذاشتم و یه اینستاگرام خیلی شخصی بود. بعد یه روزی شروع کردیم مثلا ویدیوهای مثلا همین آلمانی یا اینکه ویدیوهای نقاشیم اینا رو درست کردیم. بعد اونجا فکر کنم نزدیک یونی یادم نمیاد دقیقا، اون موقع اولین ویدیومو درست کردم، اولین ویدیو آلمانی. اونجا خیلی ویدیو خیلی ویرال نرفت، همین 300 خورده ای داشت همین بازدید. بعد فقط بعدی این بود که من وقتی که ویدیوهامو پست میکردم اونجا مثلا تو ایران نمیتونستن سیوشون کنن، یا اینکه نمیتونستن مثلا همین دانلودش کنن، چی میگن ماکیرن، اونو نمیتونستن بکنن. آره. ایرانی ها مثلا نمیتونستن، کسایی که تو ایران هستن نمیتونستن مثلا ببینن. بعد به خاطر همین اون پیج دیگه هم اسمش تناز ملایی بود، بعد یه پیج جدید باز کردیم به اسم تناز ده. بعد اونجا ویدیوها رو فرستادیم، بعد جالبیش این بود که هم ویدیوها رو فرستادیم ویرال شد، یعنی همشون رفت چی میگن به ویرال تو ریلز، همین وایرال شد توی کل اینستاگرام. بله آره. و یعنی چند روز بعد جالبه که یه سری دوستایی رو من دارم توی ایرانن، و جالبه که دیروز من نظرسنجی گذاشتم که کیان تنازو میشناسن، تمامشون رو میشناسیم، خیلی خیلی جالب بود برام. خب بعد آره همین هفته اول، یعنی همین روزای اول یوی شد 1000 تا که خودم تعجب کردم. بعدش از اون به بعد دیگه همه ویدیوها همین وایرل میشد و یک عالم کامنت و لایک و اینجور چیزا میگرفتم. بعد از همه فالوورام دوباره تشکر میکنم از این کامنت های خوبی که واسم میفرستن و انرژی های مثبتی که بهم میدن، ازتون خیلی ممنونم، عاشقتونم. خوبه دیگه همین جوری میکنی، همه میان فالوت میکنن دیگه. از خوشگلی به اون که بله، اونایی که نمیدونن تناز گفت یه زمانی برای یوتیوب یه سری ویدیو درست میکرد، اگر نمیدونید بدونید ما رفت آمد خانوادگی با تناز داریم، و یه زمانی بود که اگه یادت باشه برای یوتیوب یکی دوتا ویدیوهات هم هست تو آلمانی نیوز. اون نوشیدنیه و خجالت میکشیدم حرف بزنم، یادت همون؟ آره همینو میخواستم بگم،
و خودمونو میکشتیم که بابا تو که در مورد این میدونی بیا حداقل بگو چهار نفر بدونن. میگفت نه من روم نمیشه، من نمیخوام. چی شد که الان دیگه روت میشه؟ اینقدر با الان صدقه میرن که دیگه پررو شدن. خیلی هم عالیه. فناز یه سری هستن همه الان هم یکی دوتا کامنت اومد. فقط من به بچه ها بگم یه وقتی رو آخرش میذاریم صحبتامون که تموم شد، زیاد نمیخوایم وقتتون رو بگیریم، آخرش زمانی رو میذاریم برای کسایی که میخوان سوالی اگر از طناز دارن میخوان بپرسن، اون موقع چی میگن سوالاتشون رو بپرسن که دیگه الان چون ما داریم صحبت میکنیم بعضی سوالای شما خب میره و ما نمیتونیم اونا رو پیدا بکنیم. ولی یه زمانی بود با هم صحبت میکردیم، کامنت ها خیلی خوبه ولی یه جاهاییش چجوری بگم که به فالوئرام بر نخوره، یه جاهاییش یه سری سوالاتیه که توی لایو اولیت هم فکر کنم گفتی خودت. مثلا من دیده بودم یکی اومده بود میگفت که میتونی روزی 5 تا کلمه بیای واسه من بفرستی من هی گوش بدم تا یاد بگیرم، یه چیزی توی این مایه ها بود. یا این که چه میدونم اگه میشه بیا 2 بار تکرارش کن، یعنی بخواد بذاره که آقا وقتی این ویدیو تموم شد خب این خودش برمیگرده از اول و تو داری انگار که دوباره تکرارش میکنی و مثلا گفته بود 2 بار تکرارش کن. یا اینکه گفته بودن چرا نمیدونم این کلمه ها رو این جمله ها رو اشتباه گفتی، چرا دی رو گفتی دن، چرا دن رو گفتی دس، چرا میدونم من خودم میدونم که خب خیلی من خودم خیلی جالبه که از یه سری از آلمانیام که میپرسم خودشون هم میگن نمیدونیم چرا اینجوری میشه و چه جوابی داری بدی. یکی این که آیا واقعا تو به عنوان معلمی، چون الان یکی دو نفرم نوشتن آقا ما معلم خصوصی اگه بخوایم بشی میشی، یعنی میخوام بدونم که این کاری که داری انجام میدی برای اینه که به عنوان معلمی که میخوای اینو بگی یا این که نه همینجوری هر از گاهی چه میدونم برای تفریح برای فان برای چیزی هست که میای این ویدیوها رو میذاری. یه توضیح مختصر و مفیدی بده که ببینیم اونا هم بدونن که. از من اولش بگم که من معلم نیستم چون من خودم هنوز دارم داخل مدرسه آلمانی یاد میگیرم. من گفتم من از قدیم مثلا چوب و اینجور چیزا درست میکردم، بعدش هم یه روزی به ذهن بابام رسید که تو لهجت خیلی خوبه، یعنی حرف زدن لهجت خوبه، بعد خوبه که اگر مثلا بریم همین جمله‌های آلمانی رو بریم با لهجه آلمانی، یعنی من لهجم آلمانیه، بریم با همون لهجه به بقیه یاد بدیم. بعد اینجوری شد که ما شروع کردیم و خیلی هم خوب پیشرفت و ادامه دادیم. وگرنه من معلم نیستم، من مثلا به کسی هم مثلا نمیام چی میگن معلم خصوصی هم نیستم، من خودم بچه هم دارم میرم مدرسه یاد میگیرم، هنوز گرامرم خوب نیست. بعد آره وگرنه من معلم نیستم، فقط واسه لهجم دارم به بقیه یاد میدم. این لهجه چقدر طناز میتونه کمک بکنه؟ ببین مثلا ما توی ایران خب وقتی که فارسی صحبت میکردیم لهجه ترکی بود، لهجه فارسی بود، لهجه عربی بود، لهجه چه میدونم لوری بود، طرف یه لهجه ای رو داشت. میدونم خیلی درد سره. ببین تو یه کانال آموزشی داری که داری یه جمله رو میگی و خب خیلی خوبه که با لهجه درستش بیان بشه و خب خیلی هم هستن، یعنی اون فیدبکی که دادن بهت، یعنی من یه سری ها رو که نگاه کردم خیلی ها به خاطر اینکه با لهجه درست میای اون جمله رو تکرار میکنی شاید اومدن و خب خودت هم که دوست داشتنی هستی و اومدن و فالو کردن. ولی میخوام بگم که مثلا کانال خود من خب در مورد آموزش زبان آلمانی اصلا نیست، ولی خیلی موقع‌ها شده که یه نفر میاد میگه چرا اینو اینجوری تلفظ کردی اونو اونجوری تلفظ نکردی. میخوام بگم یعنی توی ایرانم شمالش یه جور صحبت میکنن، جنوبش یه جور صحبت میکنن و اینجوری که خیلی از فارسی زبونا روی لهجه آلمانی میخوان تمرکز کنن، اونایی که توی ایران هستن یا توی افغانستان هستن
زیاد براشون مهم نیست و آلمانیا هم براشون شاید مهم نیست. شما توی برلین اگر نگاه بکنی یه جور صحبت میکنن، ایشو میگن ایش، یه جنوب میری میشه ایخ، نمیدونم شمال میری میشه ایک. یعنی بعضی وقتا مثلا ما یه سرکه رو معرفی میکنیم میگیم این مثلا اسیش، مثلا ما میگفتیم اسیش، یکی میومد میگفت نه این اسیکه، یکی میگفت نه این اسیگه، یکی میگفت نه این اسیشه، یکی، یعنی میخوام بدونم که چقدر میتونه خوبه، ولی آیا واقعا خیلی مهمه اینکه این لهجه حفظ بشه یا نه؟ نظر خودتو میخوام بدونم. راستشو بخواین تو آلمان هم خودشون هم جویم که گفتین یک عالم لهجه دارن، یعنی هر جایی که مثلا میری، مثلا بعضی وقتا تو برلین مثلا به سوای میگن سوای، خب ولی مثلا یه جایی هستش که به سوای میگن سوو، مثلا لهجه های خیلی فرقی، یعنی لهجه هایی دارن که اصلا شبیه هم متفاوت. آره دقیقا. بعد از نظر من آلمانی هم مثلا با لهجه بعد هم میفهمن تو چی میگی، با همون با همون تلفظ همین یواش، یا اینکه یا تلفظ همین ایرانی بازم میفهمن تو چی میگی. ولی مثلا اتفاقا واسه من افتاده که من لهجه‌ام مثل آلمانیه، تلفظم مثل آلمانیه، بعد به خاطر همین مثلا بعد از خود آلمانیا فکر کردم من آلمانیم، بعد به خاطر همین به خاطر همین زای دوستم که مثلا خیلی های دیگه هم همچین اتفاقی واسه شون بیفته و هم لهجهاشون خوب بشه، یعنی هم لهجه قشنگه وقتی لهجه خوب حرف بزنی، هم کلن دوست دارم شاید بعضی ها یاد داشته باشن با تلفظ آلمانی حرف بزنن، بهشون یاد میدم. خیلی هم عالی. تناس چقدر وقت میذاری واسه اینستاگرام؟ میخوام موچتو بگیرم. راستشو بخوایم ما هم بابام کمک هم میکنم، مخصوصا موقعی کامنت ها، چون یه بارم کامنت بیان. بعد وگرنه من وقتمو میذارم یه ویدیو میگیرم، ولی به درسم هم میرسم، به خاطر همین همینو خواستم بگم. به خاطر همین خیلی زیاد من سر اینستاگرام نیستم. آها، پس بابات در اصل یه سری کارا رو انجام میده. کامنت ها هم که گفتی دقیقاً، ببین هر کسی وقتی که یه پیامو میذاره فکر میکنه خودش یک نفره، اینو از طرف خودم میگم و خودت که الان نزدیک 20,000 نفر داری توی یوتیوب، فکر میکنم من نزدیک 14,000 نفر هستن که خب دنبال میکنن و هر کسی که پیام میده، من البته تا اونجا که تونستم جواب دادم، ولی اینو برای همه کسایی که الان 100 نزدیک 200 نفر هستن توی لایو دارن میبینن توضیح بدم. وقتی که یه دونه کامنت مینویسین واقعا یک نفر شما نیست، بعضی موقع هست که شاید نزدیک به 500 تا 1000 تا شاید حتی کامنت میاد. شما حسابشو بکنید که ما اگر 1 دقیقه یا 2 دقیقه بخوایم براش وقت بذاریم، چون کامنت اینجوری نیست که یه سوالو بنویسن بعد ما جواب بدیم بعد طرف بره، بعد از اون سوالای دیگه هی پرسیده میشه و شاید نزدیک 3-4 دقیقه حداقل وقت گذاشته بشه. شما حساب بکنید مثلا 500 تا 1000 تا کامنت بخواد بیاد، واقعا بعضی هاشو نمیشه، مخصوصا تناز اینه، نمیدونم فکر کنم تجربه کردی، طرف میاد کامنت میذاره سلام، خب بقیهش رو سلام خوبین، خب من منتظر مثلا یه موقعی هم هستن که مثلا جوابشون رو میدادن سوالای، مثلا یه کسی بود میگفتش که سلام من هستم، این فامیلمه، این دخترمه، این زنمه، عکسم میفرستاد و من میگفتم چه بچه های خوشگلی دارین، بعد 2 دقیقه بعد تصویری بهم زنگ میزد. دقیقا یعنی اون تصویری زنگ زدنه جای خودشو داره، ولی اینکه این کامنت ها بعضی وقتا یا از دست آدم در میره یا واقعا نمیتونه همه رو جواب بده، یا اصلا یه سریاشو خب تناز نمیدونه یا من اصلا نمیدونم در موردش اطلاع ندارم، هیچ جوابی هم شاید نتونم بدم، بعد طرف شاکی میشه چرا جواب منو نمیدی، یا مثلا نوشته سلام خوبین، خب بابا بقیهشو بنویس، من روزی شاید 100 بار علیکی هستم، بفرمایید لطفاً. میدونی این اتفاقا برای کسایی که کانالشون میره بالاتر هست. ما روی اینستاگرام تو لایوی که گذاشتی داخل پیجت فکر کنم اکثر سوالا رو جواب دادی، ما میخوایم
امروز چون گفتی میخوام کانال یوتیوبم هم، یعنی فکر میکنم یکی دوتا ویدیو این اواخر گذاشتی خیلی عالی بود، یعنی من خودم دیدمش کلی کیف کردم، هرچند یه خورده صدایه بد بود ولی فکر میکنم رفتی و داری درستش میکنی هم ویدیوهای بعدی. آره. توی اون کانال چوریه؟ یعنی قراره مثل اینستاگرام بیای جمله بگی یا اینکه نه میخوای مثل همون ویدیویی که اومدی در مورد حمل و نقل ریلی اونجوری؟ من مثلا حتما جمله نمیگم، من مثلا میرم جاهایی مثلا میگم اسم این چیه یا به این چی میگن، یا اینکه حتی ویدیوهایی هم درست میکنن که اصلا ربطی به دویچ نداره، من مثلا میرم بیرون میرم مسافرتی مثلا نشون میدم، یا اینکه شاید هم مثلا ویدیوهایی که تو اینستام هستن مثلا به هم با هم قیچیشون کنم با هم بزنم بعد بزنم تو یوتیوب، یعنی چند تا پشت سر هم، وگرنه آها. حتما نباید تو آلمانی باشه، یعنی من مثلا اسما رو میگم و کارهای دیگه هم میکنم کنارش. اوکی، پس من چون این لایو رو دقیقا میذارمش داخل یوتیوب و این بالا لینک کانالتو میذارم، بچه هایی که میخوان میتونن برن، البته همین الانم هم فکر میکنم توی بیوت هست درسته؟ یعنی میتونن از اونجا هم بیان و عضو بشن. آره دقیقا. از کی اون کانال تو را انداختی؟ بیشتر از یه ساله یا کمتر از یه ساله؟ یک سال، نه دقیقا یک ساله. آها، یه سری ویدیوهاتو دیدم، یه اسلایم درست کردی؟ اون اولی یه سری ویدیو هم آره یه سری جاها هم رفتی که جالبه، برای کسایی که حالا تناز دنبال میکنن احتمالا شاید براشون جالب باشه که بقیه ویدیوهاشو ببینن، همش تنازی نیست که بیاد بگه ایش بین بلا 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 این اومه چیه قضیهش؟ این اومه چیه؟ امضا کردی ها؟ یعنی تنازو با میشناسن خودتون هم میدونی، مثلا مسافرت میرفتی من همیشه تو عکسای اینجوری میکرم یه اینجوری میکرم، میبینیم تو عکسامون هنوز دقیقا، ولی من اولی تو ویدیو عکسا صداهاشو نمیشنیدیم، الان تو ویدیوها که میزنیم من راستش بخواین اولین ویدیوها مثلا حتما اینو اینجوری نمیکردم، من مثلا اینجوری میکردم اینجوری میکردم، یا اینکه کار خیلی مختلفی میکردم، ولی فالوورام گفتن این خیلی قشنگه اینو بکن، من خودم هم خوشم اومد پشت ویدیوام همش ادامه دادم، بعد از آخر شد این مارکم، بعد یه دونه چالش هم گذاشته بودی ویدیوها بچه‌ها می‌فرستادن. آره دقیقاً. بعد یه چیز جالبی هم هست، بعضی از فالووران، یعنی که بعضی از کسای دیگه هم مثلا فکر میکنن من به خاطر این رفتم بالا، یعنی فالوورام زیاد شده، که یعنی اونا هم یعنی بچه‌ها تا یه زن تا یه خانوم یا یه مرد بالای 20 ساله مثلا ادای منو در میارن، مثلا میگن آلمانی میگن یه میگن یه امضای تنازی دیگه زدی پای ویدیوهات دقیقاً داره که خیلی عالی. آره و بعضی از فالوورام مثلا اونا رو واسه میفرستن میگن که ادای تو رو در برده و میگه تو اصلا مثلا خوب نمیشه، خب نه بذار در بیاره، من فکر میکنم باحالم، یعنی اینقدر خوبم که بقیه ادا منو در میارن دیگه، خیلی حس خوبیه دیگه، و فقط منتظر تیک آبی هم، یعنی این همه دارن منو تقلب میکنن پس باید تیک آبی هم بگیرن دیگه. دقیقا. پس ما باید منتظر ویدیوهای خیلی باحالترت باشیم توی یوتیوب درسته؟ نه اوکی، و قولم میدی که دیگه لطمه به درس و اینات نخوره دیگه؟ اوکی فکر کردی؟ بابا آره من درسم حتما ادامه میدم، ولی توی این روزای اول نمرام بد شد، ولی ادامه میدم، نمیخوام دیگه نمرام بد شد. میدونم که بابا و مامان الان سمت راست و چپت نشستن، کافیه که زنگ بزنن به من بگن مثلا این سری تناز بد شد میام برلین و دیگه کلا اینست. خب از دست این نمره بعد می‌نویسم که شما بیاید پیش ما، اینجوری خوبه؟ خیلی هم عالیه. تنها مشکلایی که الان داشتی تا الان، یه سری ها رو میخوام از خودت بپرسم که شاید دوست داشتی یه نفر ازت بپرسه، مثلا چون میدونم دقیقا میدونم که چه چیزاییه، ولی میخوام از زبون خودت بدونم که
چه مشکلاتی وجود داره. بعضیا شاید ببینن بگن خب طناز یه ماهه اومد 20,000 تا فالوور گرفت، حالا بگذریم از اونایی که میگن چه میدونم فالوور خریده و فلان، چون اونایی که میشناسنت میدونن و استوریایی هم که داری میذاری، یعنی طرف یه پیج هنر داره، پیج نقاشی داره، تویی که داری آلمانی آموزش میدی رو اومده و معرفی کرده، یا طرف دکتره توی آمریکاست، آمده پیج تو رو توی استوریش گذاشته و تو رو معرفی کرده، اونایی که از اول دنبالت میکردن میدونن که خب قضیه فیک و اینا که اصلا کلن کناره، چون از طریق لایک ها و نمیدونم کامنت هایی که گذاشته میشه میشه فهمید که یه کانال فیکه یا واقعیه. ولی میخوام بدونم که چه مشکلاتی وجود داره، چون خیلی ها فکر میکنم او خب 20,000 تایی شده الان دیگه طناز، الان پشت سر هم هر چیزی رو که داره تو استوریش میذاره داره تبلیغ میکنه، داره پول میگیره، اوه دیگه تموم شد رفت. ولی یه سری مشکلاتی رو میدونم وجود داره، کامنت هایی که وجود داره، چیزایی که میگن، حرفایی که زده میشه، و میدونم شاید منتظر بودی شاید یکی بپرستش و بگی، چون خیلی چیزها رو اگه خود آدم بیاد بگه میگن او این چقدر حالا ناله میکنه، ولی میخوام برای اولین بار فکر میکنم توی یه لایو اعلامش بکنی اگر چیزی وجود داشته، و خوباشو بگی بداشم بگی. خب من میگم که اولش که من فالوور نخریدم، تو لایف دیگه هم همه اینا رو توضیح دادم، من لایف نخریدم، تبلیغاتم نمیکنم، حالا حالا هم نمیخوام فعلا بکنم، به غیر از این که مثلا از یه پیجی خوشم بیاد، مثلا اونم کارش خیلی خوب باشه، عالی باشه، از پیجش خوشم بیاد، بعد خودم مجانی همینجوری واسش تبلیغ کنم. بعد آفرین پیج منو کن دیگه. اوکی باشه حتما. بعد مثلا همچی کارایی میکنم، ولی مثلا پول واسه اینجور چیزا نمیگیرم و نمیخوامم الان بگیرم، نه این کار نمیکنم. درسته. و مشکلی چیزی تا الان وجود داشته از لحاظ کامنتی، از لحاظ چه میدونم پیامایی که میاد، به غیر از اونی که طرف زنگ میزنه تصویری میگه میخوام باهات صحبت کنم؟ چرا مثلا بعضی از کامنت ها هستن که مثلا چند نفر بهم نمیدونم چرا، من کاری هم نکردم، بهم مثلا فوش میدادن، بعد من بلاکش میکردم چون نمیدونم من چیکار کردم که بهم فوش میدادن. یا اینکه مثلا بعضیا بودن که همش میگفتن که از نظر شما مثلا این کارو بکن، خب مثلا تو پیجت مثلا عکس اینو بذار، یا اینکه اون کارو بکن، خب و من مثلا جواب نمیدادن چون پیج خودمه دیگه، خودم انتخاب میکنم باید چیکار کنم. مثلا پویسرم همش میگفت که خب چی شد از نظر تو چجوریه. بعد من از آخر بهش گفتم نه، یعنی بعضی از کامنت ها هستن که هم یه کوچولو عجیب و غریبن، هم مثلا واسه یک پیجی بود، الان خیلی یادم نمیاد، ولی یه چیزی تو مایه های ها تبلیغاتی بود، مثلا گفت تبلیغاتم کن، بعد گفتم که نمی کنم و باز حالا نمیخوام بکنم، و باز چند وقت دوباره همش میگفت تبلیغات کن، بعد که بعدش تو لایف هم قشنگ گفتم که من قراری نیست بکنم و نمیخوام بکنم. این آره خیلی، چرا تبلیغا رو بگی انجام بده دیگه، بفرستشون سمت من. ولی از من به تو نصیحت، با سابقه 2-3 ساله خیلی حرفا زده میشه. به نظر من کسی که میاد توی دنیای مجازی، حالا با 500 تا و 600 تا و 1000 تا نه، ولی تویی که شاید نزدیک به 1 ماه اومدی و خودتو الان رسوندی به اینجا، و میدونم که 100% کانال یوتیوبت هم چون ربط داره به همین کانال اینستاگرامت، یعنی قرار نیست بری اونجا نمیدونم جوک تعریف بکنی. خیلی کسایی که دنبال این هستن که آلمانی رو یاد بگیرن، خیلی وقت شده، خیلی چیزا هست توی خیابون، اگر شما توجه بکنی همین از در خونت میخوای بری بیرون، خیلی چیزا وجود داره که میتونن یاد بگیرن، و میدونم که اون کانالت هم 100% میاد بالا. شما از اون موقعی که دستگیره در رو میکنی میخوایی بری بیرون، خود اون دستگیره یه اسم آلمانی داره، خود اون دره آلمانی داره، راپله و دستگیره و پایین دای همش هست، و شاید خیلی بتونه به اونایی که حالا توی آلمانن یا توی ایرانن یا هر جایی که دوست دارن که یه روزی بیان آلمان و زبان آلمانی رو قبلش یاد بگیرن، فکر میکنم بتونه کمک بکنه. ولی از نظر من کسی که توی دنیای مجازی میاد باید چشاشو ببنده، گوشاشم کر کنه، چیزایی رو که فقط خوب هستن رو ببینن، چون خیلی ها هستن که
چون خیلی ها هستن که ببخشید من اینجوری میگم مریضن. شما اگر واقعا میگم اگر مثلا بیای در مورد چه میدونم یه چیزی صحبت بکنی، یه خیلی وقتا هست، یعنی همیشه هست که میگه چرا در مورد این حرف زدی، چرا در مورد اون حرف نمیزنی، وقتی در مورد اون حرف میزنی میگه چرا اونجوری گفتی، چرا اینجوری نگفتی. و بهترین چیز از من تو نصیحت که بسته اینا رو هم بسته، بعضی وقتا یه خوره باز کن اونایی که خوب نوشتن رو ببین و ازشون انرژی بگیر. امیدوارم که اینجوری باشه و بتونی همینجوری قوی توی یوتیوبت مخصوصا. خدا رو چه دیدی، شاید 5 سال دیگه شدی معلم آلمانی، چرا که نه. اوکی. نه بعید نیست، بعید نیست که این اتفاق بیفته. شاید اینقدر سرت شلوغ باشه که دیگه اصلا ویدیو نتونی بذاری، یعنی فقط باید جواب اون شاگرداتو بدی و این به این اتفاق میفته در صورتی که اون هدفه رو داشته باشی و به سمت جلو بری. درسته یه سری ها میگن اگر این عکسو بذاری شاید ویدیوت قشنگتر بشه، اگر این حرفو نزنی شاید ویدیوت قشنگ بشه. من طنازو میشناسم، اینجا بگم طناز هر چیزی که میگه همین الانم هم دارید میبینید هر حرفی رو داره میزنه روی صداقتش داره میزنه. سن و سال زیادی نداره که بخواد دغلبازی بکنه یا بخواد کاری رو انجام بده دل کسی رو برنجونه. خیلی وقتا شده حتی خود من. یعنی چی؟ یعنی اینکه ناراحتشون کنه. اوکی. آره یعنی اینکه بخواد کسی رو ناراحت بکنه. بچه‌ها هر سوالی دارید الان میتونید بنویسید، ما یه 10-15 دقیقه 20 دقیقه دیگه سوالا رو میتونیم جواب بدیم. قصدمون از این لایف فقط این بود که یه صحبتی بکنیم همون تاریخی بشه. طناز شاید 10 سال دیگه این ویدیوها رو ببینه که آ عمو اسحاق ها اولین دومین لایوام بود باهاش رفته بودم. و آره این برای اینه و اینکه کانال یوتیوب شما معرفی بکنیم، چون توی اون کانال من صحبتی که با پدر طنازم داشتم حتما ویدیوهای خیلی خیلی عالی میخواد توی اونجا آپلود بکنه. میدونم که طناز فقط زبان آلمانیش هم خوب نیست، در زم کاردستی های باحال دیدم که میگم ها، نقاشی های خیلی باحال و دیگه چی بود؟ خیلی چیزا هست که من میتونم ولی توی اینستام نذاشتم. مثلا من آره. ورزش های خیلی زیادی میکنم، همین نقاشیم خوبه، بعد خوندنم خوبه، رقصم هم خوبه. دیگه تموم شد دیگه. خودتون هم دیگه دیدین دیگه چیه خوبه دیگه، همینا رو من گفتم دیگه، اونا رو میخواستم بقیهش رو خودت بگی دیگه. الان ببین همه، الان ببین لایف داره کم میشه، همه رفتن تو پیج یوتیوب. خب من برم یکی دو تا سوال رو ببینم پیدا میکنم. خب یکی از دوستان نوشته همین سادگی ویدیوهاته که و شیرینی کلامته که کار تو قشنگ کرده. من و راست میگه، من زیاد حرف زدم طناز. نه بابا. نوشته لطفاً بذار استاد طنازم صحبت کنم. من چون یه شناخت کوچیک داشتم به طناز یه سری چیزها رو گفتم. طناز خودت بگو فارسیت چجوریه طناز. راستشو بخوای من فارسیم خیلی بده، یعنی من خوندنم خیلی بده، نوشتنم دیگه اوف. بعد کلن خودتونم فهمیدی من خیلی از کلمه های ایرانی بلد نیستم، فقط چرچه زبونم. اگر من حرفی هم آره زدم فقط اینه که چون میدونم که قراره چی بگه یه سری چیزاشو من خودم پیشا پیش گفتم، ببخشید اگه زیاد حرف زدم. بعد آره وگرنه مثلا خودتونم که فهمیدی من خیلی از کلمه های ایرانی هستن که نمیدونم، مثلا وقتی که کامنت ایرانی میاد من بودو بودو میرم جمع مامانم میگم مامان چی نوشته که بعدش بفهمم قضیه چیه. وگرنه آره من فارسیم خوب نیست، بخاطر مامان بابام خیلی کمکم میکنن که ازشون هم خیلی ممنونم. خیلی هم عالی. یکی هم این بر دیگه، یکیشون اون بره، یکیشون این بره، یکی دیگه یه جای دیگه. خب دیگه چند بار آلمانی تناست؟ 5 سال. آره یکی از دوستانم نوشته بود که توی لایوت گفته بودی که اون سالهای اول توی هایم بودی. دقیقا.
گفته که اگر میشه یه توضیحی هم بده چجوری بوده، هایما چجوری بودن، کمپه چجوری بود، بعد چه اتفاقاتی افتاد. ما البته وقتی اگه که دوست داری یا اوکی نه من میگم خیلی راحت. وقتی که ما تازه اومده بودیم آلمان همین ماه اول، ما رو فرستادن توی کمپ خیلی خیلی افتضاح، یعنی من خاطرات خیلی بدی اونجا دارم و یعنی خیلی سخت بود اونجا. بعدش رفتیم یه هایم دیگه که اونجا باز بهتر بود، بعدش رفتیم یه هایم دیگه، تون هایم دیگه یعنی چند وقت عوض میکردیم، بعد تون هایم دیگه امکاناتش خیلی بهتر بود. مثلا یک طبقه های سه تا طبقه داشت، بعد تو هر طبقه قسمت های خاصی داشت، سه تا قسمت تو سه تا طبقه بود. بعد یه دونه آشپزخونه بزرگ داشت که همه استفاده میکردیم، یه دستشوی زنان و مردان داشت که استفاده میکردیم. بعد هر فامیلی هم رب مثلا چند نفر بودیم، مثلا اگه ما چهار نفر بودیم، دو تا اتاق 40 متری، کمتر بیشتر نمیدونم، تو مایه این بود. بعد مثلا رب داشت که مثلا چند نفر تو فامیل هستی. بعد آره مثلا اینجوری بود. بعدش هم که ما خونه گرفتیم و اومدیم اینجا. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. یکی از این کامنت هایی که فکر کنم یه وقتایی برات میاد و آدمو همچین قلقلک میده اینه که نوشته من فکر میکنم نیازی به استادهای مجازی نیست، وقتی میتونیم با خود مردم صحبت کنیم و اتفاقا از طریق این ارتباطات به عزیزان آلمانی نزدیک بشیم. خب باشه، تو الان اینجا چی کار میکنی پس؟ برو الان تو خیابون یه چهار تا از این عزیزان آلمانی رو پیدا بکن، باشون صحبت کن. خدای من، خیلی عالی بود. اینجا نوشته که آفرین بهت، مشک آن است که خود بگوید نه آن که عطار بگوید. بکنم یه خور اشتباه گفتش ولی ما فهمیدیم که چی میخواسته بگه. کدوم شهر هستی؟ برلین. برلین. کتاب خوبم میگه معرفی کن اگر تونستی. من کتاب های اونجوری بلد نیستم، من فقط کتاب مدرسه‌مو بلدم که اونم خیلی افتضاح سخته، سخته، خیلی سخته، خیلی. آقا اسحاق کدوم شهری؟ ما تقریبا دوسلدورف هستیم. که نه از من پرسیده بود، گفتم بگم، در همینجوری دارم میرم بالا، اگه یه وقت طول میکشه یه سریایی که حالا بچه ها تنس تناس کوچولو هستش و قلبش بزرگ و مهربونه. جن 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 جن. و سعی کن که فارسی هم یاد بگیری. آره همین کارم دارم میکنم با کمک بابام، مثلا همین ایرانی مینویسم تو پیجام، نه تو پیجام نه، تو پستام، همون جوری هم یاد میگیرم. مثلا بعض وقتا بود که یک بار من جمله رو بدون نگاه کردن نوشتم بعد همش درست بود، خیلی خیلی از خودم راضی بودم. کیف کردی ها. نوشته که آفرین به پدر مادر طناز با این تربیت خوبشون. بله 100%. طناز یه سری هم اصلا تو پیج خودت هم سوال پرسیدن، میگن که اگر بتونی جمله ها رو مثلا با دو که میگی با زی هم بگی، یا مثلا چه آره میدونم آره. با وی من دو و زی نمیگفتم به خاطر اینکه تو ریلز فقط 15 ثانیه میتونستی بذاری، به خاطر این وقت نداشتم. ولی جدیدن چون تا 30 ثانیه حرف بزنی. بعد الان قصدم همینه که مثلا ویدیو درست میکنم مثلا دو و زیش هم بگم. آره حتما این کار میکنم چون وقتم هم بیشتره. بعد آره خیلی عمالی. تو یوتیوب یعنی هم میتونی میتونی تو یوتیوب هم میخواستم مثلا بکنم، مثلا جمله ها رو بردارم و مثلا محترمانش هم بگم. تنها میگه مشهدی هستی؟ هر چند yes. چند باری گفتی مشهد تو لایف قبلی، تو لایف اولی لایف هم چند بار گفتم من مشهدی هم و بهم یه اسم میدادن گفتن معلم مشهدی یا یعنی که دختر مشهدی هم چیزه بقیده من میخندیدم. ببینم دیگه چی نوشتن. کجای برلین بود هایمتون؟ نمیدونم دلیلش چیه. خب هزار تا هایم داره توی اون برلین. آقا یه چیزی رو من بگم بچه، خدا وکیلی سعی کنید زیاد توی حاشیه نباشید. طرف میاد درباره آموزش زبان آلمانی میذاره،
در مورد چیزهای دیگه پرسیده میشه. خود من یه سری فروشگاه ها رو میرم، یه سری محصولات رو معرفی میکنم، بعد مثلا میام درباره مدرسه کودکان صحبت میکنم، بعد طرف مینویسه آقا ببخشید کشکو از کدوم فروشگاه بخریم؟ بابا حداقل ویدیوشو میبینی، توی همون ویدیوش هم بنویسی من میبینمش، لازم نیست هر جایی هر سوالی رو بپرسی. عشق از استقلال، فعلا که پرسپولیس دیروز ترکوند، پرسپولیسیا لایک ها رو بذارید حالشو ببرین. من قضیه رو نمیدونم ولی لایک میذارم. پرسپولیس بابا رفت نیمه رفت بازی های نه برای اول دومیش رفت دیگه واسه آسیایی دیگه دیروز. من نگاه نکردم. ترکوند 10 نفره حالشو بردیم خدا وکیلی. پس بعد یه مدت آره بعد یه مدت کلی کیف کردیم. اوکی بعد من ببینم چیزش بکنید بنویسید برامون، اگر که نیستم ما یواش یواش چون میدونم تناز بیرون بوده مدرسه بوده، یه خور مدرسه که نبودی امروز تعطیله، ولی فکر میکنم کار داشت بیرون بود و فکر کنم 20 دقیقه قبل از لایو رسیدی و خیلی بلهولکی، آره هنوز خستگی تو چهرت مشخصه. اگر سوالی هست در خدمتیم، اگر که سوالی هم نیست یواش یواش ما رفع زحمت بکنیم. میگه که شما ایران به دنیا اومدید یا آلمان؟ من گفتم 5 سال تو آلمانم، یعنی ایران به دنیا اومدم دیگه. تو مشهد؟ بله توی مشهد. yes. آبی و قرمز نداره بله، ولی ما پرسپولیسیم. اونایی که آبی و قرمز نداره نه. تو پرسپولیسی تناس؟ آره دیگه بابا. ولی من دیروز نبودم به خاطر همین نمیتونستم ببینم، باید حتما ببینم. بابا تینام پرسپولیسی ها؟ یا خیلی یه تموم شد رفت دیگه. میگه که جمله یاد بگیریم بهتره یا اینکه کلمه یاد بگیریم؟ هر دو خیلی مهمه. مثلا جمله باید بدونی که مثلا تو ایرانی میگن اسم اون هستش، ولی با آلمانی جمله رو باید کلا چپش کنی تا بتونی جمله درستش کنی. واسه این مهم اینه که اول بدونی جمله رو باید که هر کلمه رو کجا بذاری، بعدش هم باید کلمه رو یاد بگی که بگی بدونی مثلا اگه اینجا ار داره و اینجا پس اس داشته باشه، یعنی که ارزی اس، اینجور چیزا کلمه های خاصی داره. و آره هر دو خیلی مهمه. اوکی میگه که پس اگه 5 سال اینجایی چجوری فارسی بلد نیستی؟ منم که الان 4-5 سال اینجا من از این که 20-30 سالی بود توی ایران بودم، یواش یواش کلمات فارسی رو دارم فراموش میکنم. تناس که دیگه تازه همش هم داریم فارسی صحبت میکنیم، تناس که دیگه صبح تا شب تو مدرسه است. خودت نظرت چیه تناس؟ من خودم واقعا میگه چرا فارسی بده؟ میگه آره چرا؟ میدونم من همین فارسیم به خاطر این بد شد، به خاطر اینکه من داخل هم مدرسه آلمانی حرف میزنم هم بیرون. فقط تنها جایی که ایرانی حرف میزنم بریم مثلا خونه یک دوستی، یعنی که تو خونه با مامان بابام، وگرنه من فقط آلمانی حرف میزنم و به خاطر هم نوشتن و خوندنم و حرف زدنم بد شده. آها میشه شما بگی چند سال اومدی آلمان؟ خب گفت دیگه بنده خدا 5 ساله. میگه برای آموزش چه فیلمی رو پیشنهاد میکنی؟ کارتون. هم ساده است هم واسه بچه هاست راحت، هم یواش حرف آره. میزنم به خاطر هم خوبه. شما جوگیری که داری فراموش میکنی داداش. من که اولا داداشت که نیستم، دوما حالا اگر جو گرفتتم یا هر چیزی، آخه یه سریایی که میان، ما خودمون توی ایران که بودیم گفتن که طرف مثلا میگم بعد از 10 سال اومده ایران میخواد کلاس بذاره، بعضی کلمه ها رو میاد مثلا انگلیسی میگه، بعضی کلمه ها رو مثلا میخواد مثلا بگه که آره من فراموش کردم. خود ما هم همین جوری بودیم، یعنی میگفتیم که چقدر حالا یارو داره کلاس میذاره، حالا 7-8 سال نبوده کلمه مگه میشه یادش بره؟ اصلا چیز خوبی نیست. آره چیز خوبی نیست که آدم فراموش بکنه، ولی ناخودآگاه میاد روی زبونش و وقتی آدم میخواد صحبت بکنه باید خیلی مراقب باشه. چون خودشون بیان اینجا چند سال تو همین آلمان باشن بعدش میفهمن قضیه چیه. دقیقاً برای این نوع افراد میگم باید خودشون باشن ببینن. درسته خیلی ها هستن 50 سال خارج از ایرانن، خیلی هم خوب فارسی صحبت میکنه،
آفرین به اونا، چون تونستن زبون فارسیشون هم حفظ کنن. ما یه خورده ببخشید، آره نتونستیم بعضی وقتا کلمه، این که میگم فارسیم یادم رفته این نیست که آلمانیم عالیه، نه نه آلمانی رو خوب یاد گرفتیم، زبون مادریمون هم یادمون رفت. اونایی که میخوان بیان آلمان بدونن چه چیزی در انتظارشونه. پام خواب رفت. چرا نباید بخونم؟ چرا کامنت های بی ربط رو نباید بخونم؟ این کامنت هاییه که ما این لایو رو گذاشتیم برای یه سری افرادی که شاید خیلی سوالایی رو روزانه میپرسن. میگم من طناز رو همین جوری از تو اینستاگرام پیدا نکردم بگم بیا بریم یه لایو بذاریم یه خورده بیان ما رو ببینن تموم شه. یه سری سوالاتی بود که شاید میپرسید و یه سری سوالاتی بود که خودم تو ذهنم بود و به خیلی هم گفتم که اگر سوالی دارن بپرسن. اینکه روحیه یه بچه رو خراب میکنید، روحیت الان خراب شد بچه؟ نه میگه سر سوال نگی اصلا واسه مهم نیست چی فکر میکنم، من فقط تو رو تموم خودم این لایو گذاشتیم که کسایی که فکر میکنن الان یه چیزی مینویسم روحیهش رو خراب میکنم دیگه نمیذارم ادامه بده و یعنی زینجور چیزا، بدونه که طناز اصلا براش مهم نیست. یعنی الان که لایو تموم شد میره میرسه به درس و زندگیش. یعنی این نیست که بشینه حالا در مورد یه کامنت صحبت شد بخواد مثلا فکرش مشغول بشه. میگه آلمانی یاد گرفتنت سخت نبوده تناز؟ چرا سخت بود؟ مثلا روزای اولش من مثلا یه دوستی داشتم سریع ازش معلمم حرف زدم گفتم چی گفت؟ بعدم توضیح میدم. بگن نمیدونم چه بخوام اصلا خودم هم نفهمیدم چه جوری آلمانی یاد گرفتم، یادم جوری آلمانی یاد داشتم. یعنی سری گذشت و آلمانی یاد گرفتم به موقع، اصلا نفهمیدم. منم مثل تو بودم. ولی یه خاطره هایی دارم که حالا باید یه ویدیو درست کنم که مثلا اون موقع آلمانی هامو خوب نبود، ما یه کلمه های عجیب و غریبی میگفتیم که معلم یکی دو تاشونو بگو ولی بازم یه ویدیوش میکنم. داره رو بگو. یه دونه بود چیزی گفته بود تو مدرسه. نه اون یک خاطره خیلی طولانی تره، این خیلی خنده داره. این مثلا ما نمیدونستیم که دزدیدن یا اینکه همین دیوونه همین دوم چی میشه. خب بعد مثلا به دزدیدن میشه کلاون. خب ولی ما اصلا نمیتونستیم حفظش کنیم، به خاطر همین میگفتیم تاپ تاقاب. حالا نمیدونستیم تاپ تاقاب هم چیه، به یک زبونیه که دوستا میگفتن، بعد ما هم فهمیدیم، بعد معلمامون هم فهمیدن و یادمون نمیمون، میگفتیم ای زیاد دست تاپ تاقاب کن. ما یه سوتی هم میدادیم. یا اینکه مثلا میگفتیم که می‌خواستیم بگیم که تو دیوونه یا تو خلی، باید میگفتیم بسو دوم، ولی ما میگفتیم بسو کریزی، یعنی به انگلیسی همیشه دست دار میگفتیم. بعد انقدر ما میگفتیم که خلاصه این کریزی تموم شد، یعنی همیشه میگفتیم کریزی، به دوم نمیگفتیم، نه به دوم میگفتیم کریزی. بعد این انقدر طولانی بود که بعدش یه روزی تموم شد، یه روزی همه دیگه میگفتیم دوم، ولی بعد باز یک جمله دیگه اضافه شد که مثلا میخواستی بقیه رو مثلا نمیدونم اعصابت ازش خورد بود بهش پشت بدی، یعنی که باش دعوا کنی، یعنی که بگی که اوه چته، میگفتیم ای بسو ایزه مثلا ای تو خری. بعد با یه لهجه‌ای داشتیم ما، مثلا بعضی از دوستام که اگر الان لایف رو میبینن سلام خوبی ده واسهتون تنگ شده، بعد یه لهجه‌ای خنده‌داری داشتیم همه اون اولا، که یعنی وقتی که اگر ویدیوهای مثلا ویدیو داشتم موقع نگاه میکردم یعنی میمردم از خنده. یه لهجه هایی داشتیم اولش برای همه خب سخته دیگه، برای همه سخته و خب اینم باید بدونی که هرچی سن پایین تر باشه خیلی سریع تر میتونه یاد بگیره اون طرف و برای خود تر بوده. یه دوستی نوشته من راننده ترانزیت هستم تناز جان، خط آلمان ایران کار میکنم، واقعا پستات به دردم میخوره. خب از خوشحالم. آره اینا خیلی انرژی به آدم میده، میدونی اینا، این که بی خودی نبوده، این همه تلاشی که کردی بی خودی نبوده، خب برای خیلی ها مهمه. میشه جمله های روزمره رو بیشتر بذاری؟ فکر کنم توی یوتیوبت گفتی که قرار شده که اضافه آره بکنی. آره میذارم، ولی همین جمله هایی هم که میذارم واقعا راستشو میگم خیلی استفاده میشه بین بزرگا یا بین سن من، واقعا استفاده میشه.
وگرنه آره تو یوتیوب هم قرار جمله های اینجوری هم بذارم. درود بر معلم کوچولوی ما، خیلی خوشم اومد که برات مهم نیست حرفای از سر حسادت یا خود بزرگ بینی هم چیز. بله و یه دقیقه، الان عمو توی لایف، سلام خوبی؟ بعد الان بهم گفته که مشهدی حرف بزن و من نمیدونم چجوری مشهدی باید حرف بزن، دارم حرف بزنم دیگه. میدنی یا نمیدنی؟ میدنی یا نمیدنی؟ نمیدونم همینجوری که بزنم. ولی خوبی عمو؟ چجوری؟ چجوری یا خدا چطوری؟ ببخشی وسط حرفتو پریدم. نه نه خواهش میکنم، با عمود یه خوشو بش بکن، من سوالا رو دارم میخونم. منم سلام میکنم به عموی تناز. میفهمم. باشه باشه، الان میگم میفهمم، ما میفهمم. شدیه اسم عمود مرتضاست نه؟ عمو مرتضا بهش میگم. آره مرتضا. دیدی من؟ ببین من چقدر سری متوجه شدم. با تنگ گفتم عمو، وگرنه نفهم. نه 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 نگفتی. مطمئنی؟ مطمئنی؟ دلشم برات تنگ شده خیلی زیاد. منم دلم ازش خیلی تنگ شده. قبلش پیام میده بعدن به تو پیام میده، میدونی؟ نه چی شد؟ یعنی چی؟ الکی گفتم، همینجوری گفتم دوره هم باشیم. اوکی. میگه من کلمه های زیادی رو بلدم، یعنی یاد میگیرم، روز بعدش یادم میاد. این نرماله، منم قبلا خیلی یادم میشد. مثلا همین الان هم خیلی از کلمه ها یادم میشه، ولی دوباره مثلا موقعی به ذهنم میرسه که لازمش ندارم، موقعی که لازمش دارم به ذهنم نمیرسه. این همیشه میفته. خیلی هم عالی. حرفی دیگه ای نداری تناز؟ من تمومش بکنم ویدیو رو. نزدیک 209 تا فکر میکنم تا 215 تا رفتیم برای لایو 220 تا برای لایو اولی که با هم داشتیم. حتما تو یوتیوب این دفعه لایو میذاریم و اونجا کانال فکر کنم عمو رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، زنگوله رو بزنین و کامنت هم بذارین. یه روزی که با تناز میرفتیم اون موقع هنوز اینستاگرام نداشت، بعد چی گفته بودم به تناز؟ یه روز بهم گفتی وای، بهم گفته بودین تو ترام نشسته بودیم، بهم گفته بودین که تو یه روزی اینقدر معروف میشی که باید واسه من تبلیغات کنی. این واقعا اتفاق افتاد که هم تو پیج خودم هم تبلیغاتش میکنم و هم تو پیج خودم و خیلی باحاله. خیلی دیدی شد. آره من البته... باور نمی کنم، من به خود فکر کنم من معروف و الان باور کنم. همین که الان میبینیم پستایی که میذاری دوستات هستن توی مدرسه با هم دیگه، حتی بهشون فارسی یاد میدی، واقعا شاید فکرشو نکنی ولی خیلی کیف میکنم من که دیگه چی میگن یه خورده خجالته رو گذاشتی کنار و خب با اونام داری فارسی یاد میدی، یعنی فکر میکنم تا یکی دو سال دیگه تو مدرسه اصلا با هم صحبت کنید فارسی. چقدر هم خوب حرف میزدن، چه خوب هم حرف میزدن. آره لهجه هاشون برای خیلی بازم باور بود، ولی ما پشت صحنه من یه گالم باهاشون تمرین کردم، وگرنه اولش میگفتن دیویدی بوده بوده. خوب بوده دیگه، تمرین کردن تو خوب بوده که اونا تونستن خوب صحبت بکنن. و من یه چیز جالب بگم، من قبلا همون موقعی که یوتیوب داشتیم دیگه یادتونه مثلا با بابا میرفتیم ویدیو درست میکردیم، بعد من پشت صحنه پام اینجوری میلرزید، دستم اینجوری بود، الان آلمانیه، من با آلمانی حرف زدم، یادتونه چه جوری بودم؟ ولی الان بابام هم همراه نیست، اینجوری ویدیو دستم خب اینجوری اینجوری آلمانی اینجوری برات میشن. قبلا مثلا من حرف میزدم حس بدی داشتم به خاطر اینکه میگم همین اینجوری دارم نگاه میکنم، ولی الان یواشکی نگاهش میکنم اینجوری فکر میکنم اوهو. و حس خیلی خوبه، یعنی ترسم ریخته. خیلی عالیه، ولی ترس تو داشته باش، درس تو مراقب باش. حتما. درصد افرادی هم که الان هستن و دیدن و میبینن توی یوتیوبم، اولین چیزی که شاید بخوان بهت بگن اینه که الان شما در سنی هستی که درست اولویت داره و بعد ویدیوهات هستن. هرچی هم که عالی باشی ولی از اون طرف درست
اوکی نباشه پا میشم میام برلین. ببین نوشته معروف شدن مهم نیست، مهم اینه خودت آدم موفقی باشی توی زندگیت. ممنون. اینه میدونم دقیقا. اما فقط یه چیزی دعا کن، من فردا باید یه امتحان بزرگ بنویسم، درسمو خوندم ولی بازم میترسم، دعا کن که من قبول بشم. یعنی حتما حتما استوریشو میبینم که میگی خیلی هم عالی شدی دیگه. بریم حافظی. اوکی. میدونم خندونجوری نکن، میدونم فردا پیغامو میفرستی که اوکی شده. نمرمونو همون موقع نمیگم، بگی یه هفته دو هفته بعد نمرمونو میگم. یه هفته دیگه پیغامو میذاری میگی اوکی شد. اوکی. خیلی 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 ممنون طناز، خیلی خیلی ممنون از مامان و بابا که میدونم اونور اومد اینور. آها آره. آها. خیلی ممنون از همتون، مرسی که بودین، مرسی از بچه هایی که با همون بودن توی این نمیدونم فکر میکنم 40-50 دقیقه شده، من زیاد اینستاگرام هم خوب نیست. آره 27 ثانیه دیگه تموم میشه لایومون و خدافظی میکنیم. خدافظ. یوتیوب کاملش، اونایی که ندیدن میتونن ویدیو رو ببینن.